دوستان سلام، حالا شده ماشینتون روشن نشه یا ناگهان وسط راه خاموش بشه و ندونید مشکل از کجاست؟ ممکنه تقصیر از یکی از قطعات کلیدی سیستم امنی خودرو باشه که بهش میگن سویچ اینرسی. تو این ویدیو قراره به طور کامل عملکرد این سویچ رو بررسی کنیم، از نحوه کارکرد، علائم خرابی، چطوری تستش کنیم و کی باید تعویض بشه. اگه ماشین داری این ویدیو دقیقاً به کارت میاد. تا هر مشکلی در این زمینه برات وجود اومده خود تشخیص بدی و جلوی دردسرهای بزرگتر رو بگیر. پس تا پایان ویدیو با من همراه باش. سنسور واژگونی یا سویچ اینرسی زمانی که ضربه وارد شده به قسمت شاسی خودرو بر اثر منحرف شدن، تصادف یا هر گونه برخورد صورت بگیره، برخی از قطعات رو قطع میکنه این سنسور تا سوخت و جرقه در داخل محفظه موتور وجود نداشته باشه که در نهایت از آتش سوزی جلوگیری میکنه. در خودروهای قدیمی این سنسور مستقیما برق پمپ‌بنزین رو قطع میکرد و در خودروهای جدیدتر ریله دوغ، ریله اصلی یا ریله پمپ‌بنزین رو قطع میکنه که هم جرقه و هم پاشه بنزین صورت نگیره. نامگذاری این سنسور ببینید کلید قطع کن یا سویچ اینرسی یا سنسور واژگونی، اصطلاح انگلیسیش هم که اینرسی سویچ یا همون سویچ اینرسی و یا کراش سویچ یا سویچ تصادف هستش. محل قرارگیری اون در داخل محفظه موتور هستش، روی سرکمک و بدنهای کمک ها قرار داره تا ضربه های کوچیک روی اون تأثیر نداشته باشه، چون در قسمت کمک ها بیشترین دمپینگ یا ضربه گیر ها وجود داره. این سنسور رو بیشتر در اون قسمت قرار میده. این سنسور در واقع عملکرد مکانیکی داره و با دو تا پیچ به قسمت سرکمک خودرو اطراف کمک فنر، حالا جایی که دمپینگ بیشتری داره، نصب میشه و اون دوتا پیچه که باز میکنیم این سنسور در میاد. خب تمامی سویچ اینرسی ها سه پایه هستن که فقط دو تا پایه از اونها استفاده میشه، چون یک کلید هستش که یک برق یا منفی وارد اون میشه و از طرف دیگه از اون خارج میشه و اگر کلید وصل بود جریان ادامه داره و اگر قطع بود جریان قطع میشه. در دستگاه دیاک خطایی به نام سویچ اینرسی نداریم و ممکنه خطای ولتاژ سیستم که به صورت دائمی هم هستش به دلیل خرابی یا قطعی سویچ اینرسی باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر خودرو روشن نشود و در دستگاه دیاک شما هیچ خطایی ندیدید به جز خطای ولتاژ سیستم که خیلی خطای دائم هم هستش، بدونید که ممکنه از خرابی یا قطعی این سنسور باشه. البته این خطا ممکنه به خاطر خرابی یا قطعی ریله دوبل هم باشه. تکنولوژی کارکرد اون یک کلید قطع و وصل هستش. خب ببینید من اینو باز میکنم، این سنسور رو، یک محفظه روی اون قرار داره که آب وارد اون نشه. این سنسور، خب این سنسور، این کلیده که فشار میدی وصل میشه. چجوریه؟ ببینید، بذارید من بازش کنم کامل. دو تا خار داره. ببینید اگه دقت کنید، یک در واقع شاسی اینجا قرار داره که وقتی این شاسی رو ما فشار میدیم، خب و در جای خودش قرار میگیره، حالا من چون در پوشو برداشتم و این سنسور فنرش مقداری مشکل داره، میبینید اصلا وصل نیست، چون این سنسور خراب بوده، ما تعویض کردیم و این قطعه رو دارم بررسی میکنم. وقتی فشار میدیم، خب این دو طرف شاسی که زیر اون فنر قرار داره به این دو پایه وصل میشه، اینجا و اینجا. خب ببینید، و باعث میشه که این دو پایه که در زیر اون در سوکتا پایه اولی و سومی هستش متصل باشن به هم و این جریان ادامه پیدا کنه. خب
این سنسور خراب بوده. دلیل خرابیش هم همین عملکرد ضعیف فنر اون هستش. خب حالا چجوری کار میکنه؟ وقتی خودرو دچار ضربه میشه و به این سنسور فشار وارد میشه، یک ساچمه یا گلوله فلزی در اون قرار داره که به صورت مغناطیسی روی این سنسور قرار داره. خب و زیر این گلوله یا ساچمه یک آهن رو باید ببینید خب که اون رو نگه میده. زمانی که یه سنسور ضربه بهش وارد بشه یا ارتعاش شدیدی وارد بشه، باعث میشه که این ساچمه بپره و وقتی این ساچمه بپره، این قسمت، این در واقع شاسی که اینجا قرار داره، زمانی که روی خود رو هستش در صورتی که سالم باشه، این اینجوری بسته. خب و خب این شاسی یک ضربه بین این در واقع ساچمه یا گلوله یک ضربی به اون وارد میکنه که باعث میشه بپره و این فنر در واقع آزاد بشه و باعث میشه که این قسمت جمع بشه. این قطعه تشخیص میده که خودرو تصادف کرده و با حرکت این ساچمه مدار برقی که مربوط به برخی از ریله ها و عملگرها مثل پمپ بنزین قطع میشه. این سنسور دارای 3 پایه هستش. پایه شماره 1 کامان که مشترک هستش، پایه شماره 2 در واقع NO نورمالی اوپن هستش که در واقع در خودروهای داخلی عملکردی نداره، اما خب تو خودروهای جدیدتر در واقع کارایی هایی هم داره که در واقع باعث میشه که زمانی که این سنسور عمل کنه در بحث سیستم های ایمنی برخی از قسمت ها رو فعال میکنه، در واقع مثل airbag. خب و پایه شماره 3 یعنی این پایه نورمالی کلوز هستش و در حالت طبیعی این پایه در واقع بسته هستش. خب این کلید از نوع در واقع ثقلی هست. خب و بر اثر نیروی وزن عمل میکنه، درست؟ البته مکانیسم نگهدارنده اون مغناطیسی هستش، اما عمل کرده اون بر حسب وزن هستش و زمانی که ضربه به اون وارد بشه و در واقع تنشی به این سنسور وارد بشه، این ساچمه از آهنربا فاصله میگیره از مغناطیس و باعث میشه که فنر این شاسی رو به سمت هم بکشه. خب پس با بالا آمدن این شاسی و گلوله باعث میشه این پلاتین لولایی که در حالت عادی وصل هستش خب به بالا بپره و در واقع این اتصالی که وصل بودن هستش، ببینید اینجا وصل هستش، باید به بالا پره و این اتصال رو از بین ببره و قطع بشه. عیب هایی که ممکنه پیش بیاد مثل همین سنسور، اولین عیبی که وجود داره خراب شدن لولایی یا فنر اون هستش که یکی از شایع‌ترین عیب های اونه و وقتی مثل همین مورد فنر یا لولایی اون خراب بشه، شما هرچی بزنید عمل نمی کنه و به بالا می پره این لولا و باعث میشه که خودرو روشن نشه. اما نکته که میخوام خدمت رو عرض کنم، در پایه دومی در خودروهای جدیدتر که تکنولوژی ایمنی بالاتری دارن از نظر تصادف، باعث میشه که برخی از سیستم ها عمل کنن تو بحث ایمنی. این سنسور تست بیزر داره با دستگاه مولتی‌متر و باید بین پایه 1 و 3 در واقع اتصال برقرار باشه در حالتی که سنسور سالم باشه. خب بذار این تست انجام بدیم. خب تست بیزر که میخوایم انجام بدیم، ببینید درسته، همونطور که گفتم این سنسور ایراد داره و فنر اون در بعضی مواقع دچار در واقع تنش میشه و
زودتر از اینکه شاسی به اون برخورد کنه این فنر میپره و لولا برق را قطع میکنه. اما خب الان ما وصلش کردیم خب در حالتی که اینجا قرار داره و این الان ما نشون میده که بین پای یک و سه در واقع اتصال برقرار. نگاه کنید بذارید این یک و سه رو نشونتون بدم. خب این پاییه، اینم پاییه سه. ببینید الان وصله. وقتی یه ضربه بهش میزنی قطع میشه. پس این تست هم میتونید انجام بدید. یک بار دیگه عمل کرد چون نشونتون بدم. همونطور که گفتم این سنسور پنرش دچار مشکل بوده و الان من دوباره بگیرم هرچی بزنید نگاه کنید عمل نمیکنه. بعضی مواقع عمل میکنه و بعضی مواقع عمل نمیکنه. ببینید بس نیست. حالا من اگه اینو فشار بدم و همچنین تست بیزر بگیرم نگاه کنید با یه انگشت فشار میدم و حالا تست بیزر میگیرم ببینید وصل. انگشتمو که بردارم قطع شد. وصل قطع. فنر اون دوچار مشکل هستش. بعضی مواقع میگیره بعضی مواقع در واقع عمل نمیکنه. این هم از تست سنسور. خب دوستان حالا که همه چیز رو درباره سویچ اینرسی فهمیدید و متوجه شدید که چگونه کار میکنه و عملکردش رو با هم یه بررسی کردید، به راحتی میتونید مشکلات احتمالی رو بررسی کنید و جلوی دردسرهای بزرگتر رو بگیرید. اگه این ویدیو براتون مفید بوده لایک کنید، برای دوستانتون بفرستید و هر مشکلی در این زمینه داشتید تو قسمت کامنت ها با ما در میون بذارید. موفق و معید و پیروز باشید.